سرخط مهمترین خبرها. تأکید وزارت داخله بر کاهش چشمگیر جرایم جنایی در کشور. این وزارت میگوید در سال گذشته بیش از 16,000 نفر در پیوند به جرایم جنایی بازداشت شدند. مون سه ولس وقت به وقت باید معلومات را کوي او همیشه مون نه خوشحالي ولس مون نه خوشاله ده او مونږ آینده مون نه غواړو ولس مون سره در همکاري وکړي. بخش بندی آزمون کانکور توسط وزارت تحصیلات عالی. طبق تصمیم تازه، آزمون کانکور از این پس در سه بخش علوم طبی، اجتماعی و ساینسی برگزار می شود. و بارندگی های بی سابقه در هند طی 40 سال گذشته. تا کنون 15 نفر در پی سرازیر شدن سیلاب ها جان باخته و بسیاری از جاده ها در دهلی نو زیر آب فرو رفتند. چندین منطقه زیر آب فرو رفته و موتر ما هم در راه گیر افتاده است. سلام بیننده های عزیز، وقت شما بخیر. به خبرهای این ساعت از تلویزیون تمدن خوش آمدید. مشروع خبرها. وزارت داخله اعلام کرده که در سال گذشته نزدیک به 12,000 جرم جنایی در سراسر کشور ثبت و بیش از 16,000 نفر در پیوند به آن بازداشت شدند. عبدالمتین قانع سخنگوی این وزارت گفته با بازداشت این افراد میزان جرایم جنایی کاهش یافته است. همزمان با این پلیس حوزه اول امنیتی کابل از بازداشت چندین تن در پیوند به سرقت‌های مسلحانه در نقاط مختلف پایتخت خبر داده است. سرقت‌های مسلحانه، معضلی که در چند سال اخیر به یک چالش بزرگ در برابر شهروندان تبدیل شده است. سخنگوی وزارت داخله ما با نشر آمار گفته در جریان سال گذشته نزدیک به 12,000 جرم جنایی در سراسر کشور ثبت و بیش از 16,000 تن در پیوند به آن بازداشت شده اند. اینجا هم آمر جنایی حوزه اول امنیتی شهر کابل میگوید چندین سارق را از نقاط مختلف پایتخت بازداشت کردند. هغه څلور تنه سارقین چې په مختلفو اوزو کې سرقات مثلا غلاوې کړې وي، په اول ځای کې بل پل دسګیر سول او اول ځای انتقال سول. دوی سره څو میله اسلحه او تلیفونونه سره دی یو موټر. همدارنګه دوه نفره چې غیر قانوني اسلحه یې اخیستلې د مجاهدینو لخوا دستګیر او خپلې مرجع ته وسپارل سوه. افراد بازداشت شده نیز به جرمشان اعتراف کرده میگویند در مناطق مختلف پایتخت با اسلحه افراد را تهدید و دست به سرقت میزدند. سایه عوضی اف سرکه استفنگچه کشیدیم، تلفونایش گرفتیم، دیگر سون عوضی سی دیگر تلفون گرفتیم، آمدیم سون عوضی اول مجاهدین گرفت. از کارتنه چهار نفر بالا شدیم و گرفتیم سون کوتی سنگی سرقت مسلونه. آمده ما سن خانه سن کارتی نام آمده موزی اول ما را گرفت. رفتیم سن کوتی سنگی باز از ویجا یک تلفون گرفتیم، آمدیم سن عوضی اول سر نفر تفنگچه کشیدیم با گیر آمد. با این همه پایتخت نشینان میگویند جرایم جنایی نسبت به گذشته کاهش یافته، اما هنوز به صفر نرسیده. شهروندان از مسئولان امنیتی میخواهند تلاش جدی به خرج داده و جرایم جنایی را ریشه‌کن سازند. همایش بزرگ علمی تحت عنوان بررسی فرصتها، چالشها و راهکارهای مدارس علوم دینی با اشتراک علما از سراسر غزنی در ولسوالی جاغوری این ولایت برگزار شد. شرکت کنندگان این برنامه حوزه های علمیه و طلاب علوم دینی را پرچمدار میراث انبیا و ائمه علیه السلام خوانده تاکید کردند باید سیاست ها و برنامه های جامع در راستای رشد و ارتقای ظرفیت مراکز علوم دینی روی دست گرفته شود. دومین اجلاس سالانه هماندیشی اساتید و مدیران مدارس علمیه ولایت غزنی اینجا در ولسوالی جاغوری این ولایت. محور بحث نیز مشخص است: بررسی چالش ها، فرصت ها و راهکارها برای عبور از مشکلات موجود، فراروی مدارس و طلاب علوم دینی. سخنرانان نیز حوزه های علمیه را مجریان حفظ و انتقال میراث انبیا عنوان کرده و بر حمایت از آن تأکید کردند. به عبارت دیگر حوزه های علمیه در تاریخ اسلام مخصوصا
از زمان غیبت به این سو عهده‌دار حفظ و انتقال میراث انبیاء و ائمه علیهم السلام بوده است. کار اصلی حوزه های علمیه احیاگری است، نجات بخشیدن حیات معنوی انسان هاست که از نظر قرآن کریم و روایات و عقل و منطق بسیار مهمه. مدیر ما، استاد ما، طلبه ما باید به این باور برسند که کار او احیاگری است. چرا از درون این بخش دیگر از این صحبت ها را بررسی و تغییر در نوع نظام آموزشی و تربیت طلاب خلاق در حوزه های علمیه تشکیل می دهد. به باور کارشناسان دین، برنامه های درسی که در حال حاضر در مدارس علوم دینی تدریس می شود، آموزش محور بوده و نمی تواند یک طلبه نخبه، پژوهشگر و خلاق تقدیم جامعه کند. ما متاسفانه نهادهای آموزشی افغانستان به خصوص در حوزه های علمیه کمتر تلاش میکنیم که ذهنها را خلاق به بار بیاوریم. چرا از درون این همه حوزه های علمیه ما کمتر میتوانیم انسانهای مبتکر، عالمان مجتهد تربیت بکنیم؟ به خاطر اینکه در برنامه های درسی ما کمتر دیده شده است. از سوی هم تجمع علما در جاغوری مسئولین محلی این ولسوالی را نیز خرسند ساخته. اونان با استقبال گرم از راه اندازی چنین برنامه ها می گویند گرد همای علما می تواند در راستای تحکیم اخوت و ایجاد همدلی میان شهروندان نقش اساسی و مثبت ایفا کند. در یک مزای دلنشین، در یک مزای پر از محبت و صمیمیت یک جا شدن، انشاءالله این مایه اتحاد و اتفاق و پیشروی اسلام خواهد بود. با این حال نخستین همایش هماندیشی مدیران و اساتید حوزه های علمیه افغانستان حدود 2 ماه پیش در کابل برگزار شده بود. همزمان با رویداد غدیر خم جشن عروسی 140 زوج به گونه دست جمعی در کابل برگزار شد. مبارزه با رسم و رواج‌های ناپسند و ترویج فرهنگ ازدواج آسان و اسلامی از اهداف مهم این مراسم گفته شده. شرکت کنندگان نیز با استقبال از برگزاری این گونه مراسم ها از خانواده ها خواستند که فرزندانشان را قربانی فرهنگ های نامناسب جامعه نکنند. بزرگترین جشن عروسی دست جمعی در سال روان اینجا و در این تالار. مراسم معنوی با حضور 140 زوج با کمترین هزینه ممکن که زندگی مشترکشان را آغاز کردند. این هم شرکت کنندگان این برنامه، زوجهایی که از تصمیمشان برای شرکت در این مراسم میگویند. از دید آنان مصارف گزاف خلاف دستورات اسلام است و باید فرهنگ ازدواج آسان گسترش یابد. ازدواج آسان، ازدواج راحت میتونه که یک زندگی سالم برقرار بیاوره. ازدواجی که با عنعنات اسلامی، عنعنات قرآنی، عنعنات احادیث معنوی صورت بگیره، واقعا یک زندگی عالی و درخشنده خواهد بود. خوشحالی خیلی زیاد دارم چون مناسبت خیلی بزرگ است در عید غدیر و همچون مراسم 140 زوج جوان برگزار شده. واقعا خیلی جای خوشحالی و مسرت بخشی داره. این مراسم با حمایت مالی خیرین در داخل و خارج کشور راه اندازی شده و برگزار کنندگان هدف آن را گسترش فرهنگ ازدواج آسان و اسلامی و جلوگیری از اسراف عنوان کردند. و تعاونوا علی البر و تقوی، ای کسانی که ایمان آوردین، ای کسانی که اسلام را قبول کردین، در کار خیر و در کار تقوا شما کمک برسانین، حمایت کنین. شما مگر سراغ دارین کار خیر بهتر از این که زمین سازی کنین برای 140 زوج؟ شما عنایت بفرمایید که ولیمه ها دچار اسراف شده است، لباس های عروسی، جهیزیه های عروسی دچار اسراف شده است و فرهنگ عروسی در کل
دچار این ویروس خطرناک شده است. ما میخواییم به صراحت اعلام بکنیم مردم عزیز افغانستان، فرهنگ اسراف، فرهنگ ازدواج را آسیب دیده، آسیب زده است. از سوی هم شرکت کنندگان با استقبال از خانواده ها میخواهند که سن ازدواج را مد نظر گرفته و فرزندانشان را قربانی رسم و رواج های نامناسب نکنند. اکثر جوانای ما به خاطر این مسائل فراری از وطن شدن و نمیتونن که عروسی خود برگزار کنن. خواست ما از تمام فامیلایی است که مصارف عروسی را مختصر کنن و کم بسازن. اگر در جامعه اسلامی امید روز به روز در هر منطقه و در هر دی و دیار کمی رونق بیافه، افتخار برای کلگی هست. کسی که اگر دختری جوان داره، پسری جوان داره، دیگه ما کوشش کنیم که اگر مسلمان هستیم دیگه همه مصارف گزاف را از بین ببریم. با این حال عالمان دین گسترش فرهنگ ازدواج آسان و اسلامی را بیانگر درک درست جوانان از زندگی دانسته و بر گسترش این فرهنگ در جامعه تاکید میکنند. و حال بیننده چند خبر کوتاه باشید. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی حکومت در قطر با رابرت دکسن کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان دیدار کرد. شاهین این دیدار را سازنده خوانده و گفته درباره اهمیت تعامل و کمک‌های بشردوستانه صحبت کرده است. کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان نیز گفته دوها همچنان یک مرکز مهم برای تعامل با افغانستان است. هفته گذشته امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه نیز در دیدار با کاردار سفارت بریتانیا در کابل خواهان تعامل این کشور با حکومت فعلی افغانستان شده بود. سرپرست اداره ملی امتحانات اعلام کرده پس از این آزمون کانکور در سه بخش شامل علوم طبی، اجتماعی و ساینسی برگزار می شود. عبدالباقی حقانی در گفتگو با خبرگزاری باختر هدف از این بخش بندی را جذب بیشتر فارغان صنف 12 مکاتب بر رشته های دلخواهشان در دانشگاه ها خوانده است. سرپرست اداره امتحانات درباره این بخش بندی توضیحات بیشتر ارائه نکرده است. همزمان با گرم شدن بیش از حد هوا، موارد آتش‌سوزی در معدن زغال سنگ شورابک ولسوالی جلگه بغلان افزایش یافته است. کارگران این معدن گفتند زغال سنگ استخراج شده به دلیل گرمی هوا آتش می‌گیرند و در چندین مورد مردم محل به کمکشان رسیده و آتش‌سوزی را خاموش کردند. کارگران این معدن میگویند اگر زغال سنگ استخراج شده به زودی انتقال و به فروش نرسد، خطر آتش‌سوزی‌های بیشتر وجود دارد. شماری از شهروندان و مسئولان حکومتی در نشست بر تحکیم وحدت و برادری بین اقوام و مذاهب اسلامی در کشور تاکید کردند. آنان در نشستی که به حمایت و تقدیر از نیروهای امنیتی برگزار شده بود گفتند که برخی حلقات خارجی به دنبال ایجاد تفرقه بین مردم افغانستان هستند. نشست سپاسگزاری از کارکردهای نیروهای امنیتی در راستای تامین امنیت، نشست با حضور شماره شهروندان و مسئولان حکومتی. در این نشست از کارکردهای نیروهای امنیتی در تامین امنیت مردم سپاسگزاری شده و شهروندان خواستار ادامه تلاش‌های این نیروها در این زمینه شدند. وظیفه ما هست که از تمامی مجاهدینمان و نیروهای امنیتیمان و پلیسمان و استخباراتمان باید کمال تقدیر و تشکر را داشته باشیم. مسئولان حکومتی در این نشست با اشاره به تلاش‌های برخی حلقات خارجی برای ایجاد نفاق بین مردم تأکید کردند که باید همه شهروندان در برابر این دسیسه‌ها متحد باشند. الحمدلله همگی ما شما یک مسلمان هستیم. امت مسلمه یک امت واحد است. مذاهب چیزی نیست که خدا نخواسته ما شما را جدا کنه. ما شما یک امت هستیم، مسلمان هستیم. چیزی که اسلام بالای امت مسلمه او را فرض و واجب گردانده، بالای همه مسلمان ها واجب است. مسلمانان ورونو که پدی ملک هر قوم که وسیگی ده هر قشر خلق کی وی اغا که اهل تسنن وی اهل تشیع وی پدوگی مختلف نور قومونه وی ته ټول دو ملک خلق دی ټول پدی نظام که حق لري. همچنین در این گردهمایی تعدادی از معلولین کشور نیز شرکت داشتند.
آنها از وضعیت بد اقتصادشان ابراز نگرانی کرده و از حکومت خواستار رسیدگی به حل مشکلاتشان شدند. بیشتر از 90% معلولین در بیکاری بسر میبرند که پیشترین آنان از کمک‌ها و حمایت‌های بشردوستانه محروم میباشند. در پایان این نشست برای شماری از مسئولین امنیتی حوزات 13، 18، 6 و فرماندهی پلیس کابل تقدیرنامه اهدا شد. و حال گزارشی از ولایت هرات. روزانه حدود 300 سولر در یک کارخانه سولرسازی در شهرک صنعتی ولایت هرات تولید می شود. مسئولان این کارخانه می گویند این سولرها با معیارهای ملی و بین المللی توسط افراد متخصص ساخته می شود. از سوی هم تلاش ها برای افزایش سطح تولید روزانه سولر و صادرات آن به خارج از کشور جریان دارد. تنها کارخانه تولید سولر در کشور اینجا در شهرک صنعتی هرات فعالیت می کند. این کارخانه تولیدی روزانه تا 300 تخته سولر تولید دارد و در حال حاضر 70% نیازمندی های کشور با تولیدات این کارخانه برطرف می شود. فابریکه ظرفیت تولید تقریبا 100 مگاوات سولر پنل در سال داره در 3 شیفت کاری و تقریبا در حدود 100 نفر در هر شیفت کاری مسئول وظیفه اجرا میکنند در داخل این فابریکه. خدمت شما عرض بکنم که سولر پنل هایی که این فابریکه تولید میکنه مطابق با معیارهای ملی و بین المللی ما میتونیم با جرات بگیم که بین 70% تا 80% سولاری که نیازمند ولایات ما تامین میکنه و این رقم برای ما هنوز هم بسنده نیست. این موفقیت در تولید سولرهای آفتابی در کشور وابسته به نیروی کار داخلی است. بیشتر کارمندان این کارخانه فارغان دانشگاه‌های داخل کشور هستند. ما به مدت 4 سال میشه به شرکت تولیدی سولر اعتماد کار میکنیم و این کارها برای جوانهای همچون ما که درس برق خواندن و انجینری برق فارغ شدن بی سردمش نیستن، به کشور خود، به خانه خود ایفای وظیفه میکنن. خیلی بچه های خوب هم ورزیده هستن، میتونن مشکلات سولار خود اینا تشخیص بدن و اونا رو برطرف کنن و سولار درجه یک و عالی رو به بازار عرضه کنن. علاوه بر تولیدات داخلی، قرار است جای پای سولارهای تولید افغانستان در کشورهای خارجی هم باز شود. مسئولان این کارخانه میگویند برنامه ریزی ها برای صادرات سولر و افزایش حجم تولید روی دست گرفته شده و ما با توجه به اینکه سرتیفیکیت هایی که داریم برمی مدت سرتیفیکیت هایی گرفتیم و ما یک تعداد کشورها هم همراه ما با تماس هستند، در این خصوص از طریق رسانه جمعی خبر شدند که ما تولید سولر داریم، همراه ما با تماس هم انشاءالله در آینده پلان هایی داریم که بتانیم به خارج هم به کشورهای منطقه هم صادرات داشته باشیم. بازار کالاهای تولیدات داخلی کم کم در سراسر کشور و در میان عموم جا باز کرده. به باور آگاهان حمایت از تولیدات داخلی و معافیت مالیاتی می تواند راه را برای افزایش سرمایه گذاری در کشور فراهم کند. مسئولان جمعیت هلال احمر افغانی از توزیع کمک 204 میلیون افغانی پول نقد برای 24 هزار خانم های بی سرپرست در کشور خبر می دهند. به گفته سخنگوی این اداره توزیع این کمک ها قرار است در 34 ولایت کشور طی 2 هفته آینده تکمیل گردد و تا کنون نیز در 4 ولایت توزیع شده است. په کندهار، هلمند، اروزګان او زابل ولایتونو کې د بی سرپرست کونډو سروې لنن دوه اونۍ وړاندې بشپړه شوې وه چې په دغو ولایتونو کې 4000 بی سرپرست کونډو ته د 4.5 میلیون افغانیو د نغدي مرستې ویش نن بشپړ شو. پاتې 150 ولایتونو کې به هم په روانو دوه اونیو کې د تثبیت شویو بی سرپرست کونډو د نغدي مرستې د ویش بهیر بشپړ شي. کاخ ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین پس از شورش نافرجام واگنر با یوگن پریگوژن فرمانده این گروه دیدار کرده. سخنگوی کرملین گفت این دیدار در تاریخ 29 جون با حضور همه فرماندهان واگنر انجام شده است. در تحول دیگر رئیس ستاد ارتش روسیه برای اولین بار پس از این شورش در میان نظامیان این کشور حضور یافته. در همین حال در میانه انتقادهای انگلیس از
از ارسال بمب‌های خوشه‌ای به اوکراین، رئیس جمهوری آمریکا در لندن با نخست وزیر این کشور دیدار کرد. با برگشت کاروان‌های نظامیان واگنر در 25 ماه جون از مسیر مسکو، تقریبا همه کار فرمانده این گروه را تمام شده می‌دانستند. در شورش نافرجامی که پروگوژن آن را راهپیمایی عدالت توصیف کرده بود، حالا کرملین اعلام کرد رئیس جمهوری روسیه در 29 ماه گذشته فرماندهان واگنر از جمله رئیس این شرکت نظامی را در کاخ ریاست جمهوری ملاقات کرده، دیداری که 3 ساعت بعد درازا کشیده است. در حالی که فرماندهان واگنر گزارش خود را از این شورش ارائه نمودند، اما تأکید کردند آنها حامیان سرسخت و سربازان رئیس جمهور هستند و آماده جنگیدن برای سرزمین مادری خود در آینده می باشند. همزمان روسیه اعلام کرد 3 حمله اوکراین با موشک‌های S-200 به پل کرما و مناطق روستوف و کالاگار ناکام گذاشته. در نشست بر رهبری رئیس ستاد ارتش که بعد از شورش واگنر ناپدید بود، او در اولین حضور خود به معاون نیروهای هوایی دستور داد شدیداً به این حملات واکنش نشان دهند. انبار و مکانهای پرتاب موشکهای S-200 و تسلیحات مشابه شناسایی و حملات پیشگیرانه انجام شود. ارتش همچنین در اسرع وقت تدابیر اضافی برای بهبود حفاظت از تأسیسات در برابر حملات هوایی انجام دهد. در همین حال رئیس جمهوری آمریکا در راه سفر به لیتوانیا برای شرکت در نشست سران ناتو توقف در انگلیس داشت. و در میانه انتقادهای لندن از ارسال تسلیحات خوشه‌ای به اوکراین با نخست وزیر این کشور دیدار کرد. بایدن در این نشست تاکید نمود روابط دو کشور مستحکم است. ریشی سونک نیز گفت این دو کشور به عنوان متحدان قوی می‌دانند که برای تقویت امنیت یورو اتلانتیک چه کار انجام دهند. سران ناتو فردا در لیتوانیا گرد هم خواهند آمد. اوکراین در تلاش است نخست تعهد روشن درباره عضویت این کشور در ناتو به دست آورد. در غیر آن، این سازمان باید ضمانت‌های امنیتی روشن به این کشور بدهد. این پیام مهم خواهد بود که بگوییم ناتو از روسیه نمی‌ترسد. اوکراین اگر عضو قبول نشود، باید ضمانت‌های امنیتی روشنی دریافت کند. تنها تحت این شرایط نشست ما معنادار است، در غیر آن این نشست کار سیاسی تازه خواهد بود. با وجود تلاش های گسترده اوکراین، کشورهای قدرتمند غربی با عضویت این کشور در ناتو مخالفند. از جمله آمریکا و آلمان که میگویند عضویت کیف به معنای رویارویی مستقیم با روسیه است. شوکت مرزیایف رئیس جمهور ازبکستان بار دیگر پیروز انتخابات شد. بر اساس اعلام ستاد انتخابات این کشور، آقای مرزیایف با کسب 87.5% آرا بار دیگر برای یک دوره 7 ساله در این کشور ابقا گردید. دولت ازبکستان اعلام کرد در این انتخابات حدود 80% واجدین شرایط اشتراک کردند. ناظران بین المللی اما میگویند این رقابت آزاد نبوده و به مخالفان اجازه حضور در انتخابات داده نشده است. دست کم 15 نفر بر اثر وقوع سیلاب‌های سهمگین و رانش زمین در هند جان باختند. طبق گزارش‌ها شماری از معابر در دهلی نو در آب فرو رفته و این شهر بیشترین بارندگی را در دهه‌های اخیر داشته است. اداره هواشناسی هند در روزهای آینده بارش‌های بیشتری را در بخش‌های وسیع از شمال این کشور پیش بینی کرده. همزمان در پاکستان هم آمار قربانیان باران‌های سیل‌آسا به 76 نفر افزایش یافته است. این کشور هفته هاست شاهد بارش باران گسترده می‌باشد. بارش باران‌های موسمی و جاری شدن سیل در هندوستان.
مناطق شمالی این کشور از جمله ایالت هیماچال پرادش و دهلی نو این روزها شاهد سیل و رانش زمین ناشی از بارش باران هاست. بیشترین آسیب را نیز روستاهای هیماچال پرادش دیده است. مقام های محلی گفتند رانش زمین در این ایالت حدود 700 جاده را مسدود کرده. وضعیت بسیار بد است. ساعت هاست که باران شدید می بارد. سطح آب در دریابیس بسیار پایین بود. حالا اما آب به جاده ها رسیده است. داده های رسمی نشان می دهد باران های موسمی در سراسر این کشور در هفته اول ماه جولای حدود 2% بیشتر از حد نرمال بارندگی داشته است. از 9 تاریخ کو بھی پردیش میں ریڈ الرٹ جاری ہو. در ایالت هیماچال پرادش هشدار قرمز صادر شده است. روستاها در این ایالت شاهد باران‌های شدید هستند. بر اساس گزارش‌ها پایتخت این کشور هم بیشترین بارندگی در 40 سال اخیر را شاهد است. شماری از جاده‌های این شهر زیر آب رفته که مردم را با مشکلات متعددی مواجه کرده است. بہت برا حالت. یک مسافر را به مرز گرگورام رساندم. در آنجا رکشایم کاملا زیر آب رفت. چند رکشای دیگر نیز در میان آب گیر افتاده بودند. به خاطر بارش باران با مشکلات زیادی مواجه هستیم. چندین منطقه زیر آب فرو رفته و موتر ما هم در راه گیر افتاده است. در حالی که باران‌های موسومی فرا رسیده، دولت باید به این مشکلات رسیدگی کند. پیشبینی درباره میزان بارندگی ها در این کشور دشوار و به طور قابل توجه متفاوت است. دانشمندان میگویند تغییرات آب و هوایی باعث قوی تر و نامنظم تر شدن باران های موسمی در کشورهای شرق و جنوب آسیا شده است. همزمان شمار قربانیان باران های موسمی و رانش زمین در پاکستان به 76 تن رسیده که بیشتر آنها در ایالت پنجاب هستند. این ایالت واقع در شمال شرق پاکستان در دو هفته گذشته شاهد باران‌های سیل‌آسا و رانش زمین بوده است. بر اساس گزارش‌ها 133 نفر هم در حوادث مرتبط به این باران‌ها آسیب دیدند که شامل 15 زن و 31 کودک است. ده‌ها خانه نیز در این کشور بر اثر تداوم بارش باران تخریب یا آسیب دیده است. سازمان مدیریت بلایای پاکستان اعلام کرد پنجاب و خیبر پختونخوا بیشترین تعداد جان باختگان را دارند. پیش بینی وضعیت آب و هوای فردا. کابل آفتابی 33.15، بامیان آفتابی 25.9، جلال آباد آفتابی 40.26، غزنی آفتابی 31.13، قندهار آفتابی 41.21. قندوز آفتابی 43.24، لشکرگاه آفتابی 42.23، مزار شریف آفتابی 43.27، نیلی آفتابی 34.15، هرات آفتابی 42.22. اسلام آباد آفتابی 36.26، تهران آفتابی 40.26، دبی آفتابی 41.32، دهلی ابری با احتمال بارندگی 30.26 و سرانجام مکن آفتابی 43.29. در پایان مروری دوباره به سرخط خبرها. تأکید وزارت داخله بر کاهش چشمگیر جرایم جنایی در کشور. این وزارت میگوید در سال گذشته بیش از 16,000 نفر در پیوند به جرایم جنایی بازداشت شدند. مونږ سره ولس وخت په وخت باندې معلومات راکوي او نشه مونږ خوشحالي ولس مونږ خوشاله ده مونږ آینده مونږ غواړو چې ولس مونږ سره درک همکاری وکړي. بخش بندی آزمون کانکور توسط وزارت تحصیلات عالی. طبق تصمیم تازه آزمون کانکور از این پس در سه بخش علوم طبی، اجتماعی و ساینسی برگزار می شود. و بارندگی های بی سابقه در هند طی 40 سال گذشته. تا کنون 15 نفر در پی سرازیر شدن سیلاب ها جان باخته و بسیاری از جاده ها در دهلی نو زیر آب فرو رفتند. چندین منطقه زیر آب فرو رفته و موتر ما هم در راه گیر افتاده است.
بیننده های عزیز، این بسته خبری این ساعت بود که تقدیم حضور شما گردید و همچنان شما می توانید این بسته خبری را روی یوتیوب چینل تمدن هم بیننده باشید. وقتتان بخیر.